مقدار فدية شخص كالونسول و بیمار. سوال: مقدار فدية شخص كالونسول و بیمار که در روزداری عاجزی میکشد چیست؟ جواب: الله سبحانه و تعالی فرمود و بر کسانی که نمیتوانند روزه داشتند فدیه لازم است که آن عبارت است از خوراک یک مسکین. سوره بقره آیه 184. ابن عباس رضی الله عنهما گفت آنها مرد و زن کلانسال هستند که نمیتوانند روزه گیرند، پس بر عوض آن هر روز رمضان به یک مسکین طعام میدهند. کلانسال و هم بیماری که طبیبان تحقیق کردند که به این بیماری که آن دارد نمیتواند روزه بدارد، بنابراین بر عوض روزه هر روز به یک مسکین خوراک بدهد. خوراک از نصف سا از گندم یا خرما و یا برنج و یا از طعام هایی که در بین مردم معلوم است، و نصف سا تقریبا به 1.5 کیلو برابر است، به مسکینی که طعامشان بدهد و یا هر روز آن خوراک بدهد همان کفایه است. و اینچنین به شخص کلانسال و بیمار جایز است فدیه خود را جمع کرده در آخر رمضان بدهد، مثلا 45 کیلو برنج برای 30 روز، و اینچنین خوراک تیار بکند و به آن مسکینان را دعوت بکند، طوری که انس ابن مالک رضی الله عنه چنین میکرد. اما بر عوض فدیه روزه پول دادن را مذهب مالکی، شافعی و حنبلی جایز نمیدانند. آنها میگویند که واجب است که فدیه روزه از طعام باشد. دلیل بر این قول الله تعالی است که فرمود و بر کسانی که نمیتوانند روزه داشتن فدیه لازم است که آن عبارت از طعام یک مسکین است. سوره بقره. الله تعالی داناست.